friends, how's it going? Welcome to live number 10. Hi. Hello, guys. Hello. What up? How was your week? Hello. Hi. Missed you so much. How was your week? How's everything? باورتون میشه؟ میگم باورتون بشه یا نه. Believe it or not. 10 جلسه گذشت. Can you believe that? میتونید. کنی که جلسه پیش خوندیم. میتونید باور کنید. Can you believe that? باور کردن. Believe. باورتون میشه واقعا؟ جلسه دهیم. Can you believe that? Good. Thank you. I'm great. I'm really great. Thank you. من عالیم. شما چه خبر؟ خوبین؟ امشب کلی مطلب آماده کردم. دوباره از اون شباست که طولانی میخوام پیشتون باشم که کلی چیز میز با هم یاد بگیریم. Hi. Oh my god. Hello. گوشیمو دوربینشو تمیز کنم. Hold on. بذار گوشالم تمیز کنم. I'm sorry. یه لحظه بایستید. I'm sorry. Better? بهتر شد؟ من فرقی حس نمی کنم. Hi. Okay, let's start. Okay? I want to turn off the common things. Okay? چیزهایی هم به کامنت رو میخوام آف کنم. I want to turn it off. Okay? I'm sorry. I'm so sorry. Okay. Let's start. شروع میکنم خیلی سریع. دیگه از نو هم خیلی گذشته. بچه ها اگه میخواستن دیگه جون شده بودن. ما شروع میکنیم. خب. میخوام شروع کنم. I want to start. و اینکه واقعا داشتم الان استوری ها رو میذاشتم. خیلی واسم جالب بود که اصلا متوجه نشدیم ولی 10 جلسه گذشته. It was interesting. واسه خودم خیلی جالب بود. و اینکه مثلا تو 10 جلسه انقدر چیز یاد گرفتیم، جلسه 20، 10 جلسه دیگه چه شود. خیلی من امید دارم بهتون و امیدوارم که خودتونم پرقدرت اومده باشید، خسته نشده باشید، چون اولش یه کوچولو ممکن آدم ناامید شه، مطالب زیادن، ولی همینجوری که تو قلتک بیفتید دیگه معتادش میشید بچه‌ها. دیگه نمیتونید نخونید، نمیتونید یاد نگیرید، به هر نحوی شده خودتونم میرید میخونید. این از این. بریم که شروع کنیم بچه‌ها. خب ما فاعل‌ها رو یاد گرفتیم، گفتیم آی، you, we, they، اونا رو که اول جمله میاد. اما اگه من بخوام وسط جمله یا حتی آخر جمله اونا رو استفاده کنم، چجوری استفاده کنم؟ میخوام بهتون بگم که بهش گفتم، به اون پسره گفتم، با اون خانومه دعوا کردم. اینا رو نمیخوام فاعل بیارم، میگم من با اون خانومه مثلا چه میدونم دوستم با اون خانومه. اگر این فاعل ها بخوان آخر یا حالا غیر فاعلی باشن، نمیتونم بگم که من بهش میگم I tell she. میتونم بگم یا به خودم میگم I tell I. همچین چیزی که نیستش، اشتباه خیلی رایجی هم هستش، ولی با هم کاورشون میکنیم. آقا من گفتم به اون. پس معنی این چیزایی که میخوام بگم، معنی به اون، اون رو این شکلی معنی میده. I میشه me. I میشه me. مثلا همون I love you خودمون هست، من تو رو دوست دارم. این you از کجا اومده؟ میخوام بگم من خودم رو دوست دارم. I love me. Okay. یا من تو رو دوست دارم. I love you. You. حالا میخوام بگم خودمون رو دوست دارم بچه ها. مثلا شما رو با خودم و خودمون رو. نمیتونم بگم I love we که. We بالا اول جمله است. فاعله. میخوام بگم خودمون رو. میبینی را دارم. یا مثلا خودمونو. I love us. یه همچین چیزایی. Okay. یا به خودمون علاقه دارم. به ما. یه همچین چیزایی میشه. خودمون نه. به ما علاقه دارم. I love us. اونها رو دوست دارم. I love they بگم. I love them. پس I میشه me.
یو همون یو خودش میمونه مفعولش و they میشه them، we میشه us. خیلی مهمه. یعنی مثلا میری یه ذره پیشتر با هم میریم میمونی چی بگی؟ اینجا اینا کمکمون میکنه. پس اصلا ازت بدم میاد. I hate you. اوکی، آهنگ داره الی گولدینگ به اسم hate me، یعنی از من متنفر باش. خیلی آهنگ جالبی هم هست، میتونید گوش کنید. hate me hate me خیلی آسونم هست از الی گولدینگ. حالا اسم آهنگارم اگه بتونم یادم بمونه استوری میکنم. پس me you us them اگر غیر اول جمله باشن. اوکی، حالا بریم سراغ اون خانومه، اون آقای و ایت. ایت خودش میمونه. مثلا اینو دوست دارم، I love it، I hate it. اوکی، یا دیدمش، I saw it. حالا این گذشته هرم با هم میخونیم، ولی میخوام بگم اون خانومه رو دوست دارم. میتونم بگم I love she؟ خدایی میتونم بگم I love she؟ نمیتونم بگم دیگه I love her، مثل پسنجر که آهنگ داره میگه and I love her، I love her. اصلا فیلم معروف هر. هر یعنی چی؟ یعنی متوجه میشی که شی نیست ولی مربوطه به اون، یعنی اون رو یا به اون. اون اوکی، یه همچین چیزایی. و برای هی هم میشه هم. دوباره با مثال ساده I love him. اوکی؟ و I love it. این ها مثالای ساده. یه دور تکرار میکنم میرم سراغ مثال ها. I we they you she or you it فاعلن اول جمله میان. اگه من بخوام نقششون تو جمله عوض کنم، اینا نمیتونن آخر جمله بیان، نمیتونن وسط جمله بیان، فقط اول جمله است. پس سوال پیش میاد واسه من که من میخوام آقا بگم مثلا به اون خانومه گفتم، چجوری بگم؟ بگم I tell she؟ نمیشه که. پس اینا مفعولش و حالت مفعولیش رو نیاز دارن. اوکی، که آی حفظیه بچه ها، اینجا حفظش کنیم چون آسونن دیگه. می یو همون یو میشه، ایت هم همون ایت میمونه، یو و ایتش تغییر نمی کنن. ولی they میشه them، we میشه us هم یه فیلم معروفه، ایت هم یه فیلم معروفه بچه ها، میتونستین؟ یعنی her she که میشد her، he هم که میشه him، اینا همش فیلم معروفه، فیلم های خیلی جالبیه. us فیلم ایت که ترسناک، اون دلقکه هست که بادکنک قرمز داره، همه هالووین اون دلقکه میشن که چند نفر سکته کردن سر اکرانش، حالا اصلا ترسناک نیستا. و هر، اینا همه فیلم هن، چقدر جالب. حالا پیش بهانه خوبی که یادتون بمونه. و این که هی هم که میشه هم. یه مثال دیگه میزنم، مثلا من میبینمت، I see you، همون see you هست، I see you. خودمونو میبینم، I see us. مثلا خودمونو 10 سال دیگه میبینم که چون زبانمون خوبه، I see us. اونا رو میبینمشون، I see they بگم، I see them، I see them بهشون میگم، I tell them. اون خانمه رو دوست دارم، I love her، یا اون آقا رو دوست دارم، I love him، her و him. و نه دیگه، خیلی آهنگ و فیلمی شد دیگه، زیاد شد، همین رو گوش کنید. ولی خب آهنگای خیلی معروفی با اینا هست، یعنی اینا راست کارمونه، اینا رو یاد نگیریم خیلی چیزای انگلیسی رو نمیفهمیم. و داشتم میگفتم آها، I see her میبینمش و اون آقا رو میبینم، I see him. یه چیزم باشه it میشه. این از این درس اولمون بود، این بخش اولمون. خیلی آسون و نکته کوچولویی بود، ازش زود میگذریم. ولی از این به بعد من مثلا 2-3 جلسه دیگه خیلی چیزا رو بهتون بگم، یه 2-3 تا گرامر خوب یاد بگیریم، فکر میکنم یک هفته دیگه بشه که 3 جلسه تو هفته بعدیمون پرشه. من دیگه مثلا یه جایی با استفاده شده که یاد گرفتیم فقط میخوام انگلیسی صحبت کنم، انگلیسی خیلی یواش و آروم و خوب، ولی انگلیسی چیزی که یاد گرفتیم و فقط اصلا چیز جدید نمیخوام بگم. اون موقع همه رو باید بفهمی و اصلا نباید قاطی کنی. اینا رو بزنید، این خیلی مهمه بچه‌ها، بزنید به حالا ماشینتون، یخچالتون، یه همچین چیزایی. بریم بخش بعدی. امیدوارم که از این بخش سوالی نداشته باشید، ولی آخر لایو دوباره دوره میکنم چیزی که گفتم.
اینا نکات ریزی هن که من تو دوره توربوتاک، ما تو دوره توربوتاک، خودم تو دوره اکسپرس به بچه ها خیلی تاکید میکنم که اینا ریزکارن. اگر ریزکار رو بلد نباشی، سطح رو بلد باشی، شاید بخوای صحبت کنی باگ داشته باشه، باید باگاش تو مخ باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا خوب نباشه دیگه، یعنی یه ذره یه جمله بگه خوبه، دو جمله بگه خوبه، پنج تا جمله بگه هی باگ مشکل. اینا نباید باشه، اینا خیلی ریزن. درس دو امشب، یه سری قیود داریم، قید بهش میگیم، که تو زمان حالی که یاد گرفتیم، آی گو شی گوز، این زمانی که یاد گرفتیم خیلی استفاده میشه. قیدها رو براتون میخونم. این درس امشبمون کلن حفظیه، اصلا نیاز نیستش که الان مثلا یاد بگیرید وای خود مثلا یاد نگرفتم قاطی کردم. حفظیه، حفظ میکنید. فقط یه دور درسش میدم که بعد حالا نگاه کنید، نوت برداری کنید، حفظ کنید، اصلا نگران نباشید. بچه ها همیشه میشه always. من همیشه ورزش میکنم، آی همیشه ورزش میکنم، این فارسی ترجمه میکنیم، ما فارسی فکر میکنیم. آی همیشه، always work out، I always work out. همیشه تو زندگیم تلاش میکنم و در حال تلاشم. I always try، همیشه ازش متنفر بودم تو زندگیم، همیشه، always خیلی استفاده میشه، خیلی. یا میگن all the time، ولی always خیلی بیشتره. بعد حالا من از همیشه تا هیچ وقت میرم که قشنگ سیکوینس داشته باشه تو ذهنتون، یعنی مرتبه و پله داشته باشه از always. بعد میشه حالت معمولا، usually، که خیلی واسه تو usually هم نوشته میشه، تو راه نمایی خیلی بهمون گفتن معمولا، usually. من معمولا با دوستان میرم بیرون و مثلا چه میدونم، من معمولا مهمونی میگیرم، I usually party. اوکی. من معمولا غروبا میرم یه دور پیاده روی میکنم، I usually قیده میاد، قیده تکرارن. چرا؟ چون تکرار زمان رو نشونت میدن، همیشه دو بار سه بار، بعضی وقتا هیچ وقت. اینا اسمشون قیدهای تکرارن. قید به انگلیسی هم میشه adverb و adverb، چون با وی نوشته میشه، adverb و نیست. Always, usually. I usually go for a walk in the evenings. گروه ها، evenings. گروه ها، واسه این اس گرفت. میرم واسه پیاده روی. I go for a walk. Okay. معمولا میشه گفت تابستونا. بذار دوره کنم درسای پیشو. معمولا مثلا اواخر تابستون سفر زیاد میرم. خب قشن شما ترجمه کنید، من چند ثانیه همش دارم با تو معنینه تر میگم، بهتون وقت ترجمه با صدای بلند که گوشت بشنوه میگم. مثلا اواخر تابستون هم میتونی اولش بری هم آخرش، کلان خیلی انعطاف پذیر انگلیسی. In late summer I usually travel a lot، یا in midsummer. حالا اینا رو خونده بودیم جلسه سر اون آب و هوا، درسته؟ I usually travel a lot. معمولا تو زندگیم مثلا معمولا صبح زود بیدار میشم، I usually wake up early in the mornings. چرا گفتم mornings؟ چون که صبح ها منظورم، من I usually wake up early in the mornings. این قید من خیلی دوست دارم بچه، اینم پی نوشتش بود. و بعدی میشه اغلب، often، که often می نویسنش، ولی جفتشو من شنیدم که میگن، هم میگن often، هم گاهن تیشو می خونن میگن often، که من این تلفظ often خیلی دوست دارم. خیلی هم میگن British American، ولی من تو American هم شنیدم که جفتشو میگن. باز میگم انگلیسی هرچی میگی بگو، فقط منظورو برسون، چیزهایی که بیسرو یه چی بلد باش، ولی همونو بلد باش. مثلا از این قیدهایی که میگم، دوستشو یاد بگیر ولی خوب یاد بگیر. حالا میشه often. اغلب خوش اخلاقم، اغلب صبورم، اغلب شبا دیر میخوابم، اغلب همش سرم تو گوشیه، اغلب مسافرت میرم، اغلب پی خوش خوشانم، خوش میگذرم. اغلب، I often، یه فعلو میاری، اغلب صبح باشگاه میرم، I often go to the gym in the mornings. I often text، اغلب تکست میدم، I don't want to call، زنگی نیستم، I often text.
people. یعنی اغلب تکستی هم تکست میدم. پس همیشه always، معمولاً usually، اغلب often. دارم کمش میکنم، به ترتیب دارم بهتون میگم تا به اون تهش برسیم. حالا میرسیم بعضی اوقات قشنگ از always داریم میریم پایین. بعضی اوقات رو بلدید، قبلا بهتون گفتم. Sometimes خیلی هم آسونه خدای دیگه. Sometimes بعضی موقع ها خیلی دپرس میشم. I sometimes get depressed. Get شدن بود یه معنیش دیگه. I sometimes get depressed. بعضی موقع خیلی ناامیدم. I sometimes مثلا get hopeless. ناامیدم. Hopeless. یا بعضی موقع ها دوست دارم که شغلم رو چه میدونم بذارم کنار. بچه ها از انجام کاری رو stop کردن میشه quit. Quit خیلی هم فعل مهمیه. I sometimes wanna quit my job. بعضی موقع مثلا دلم میخواد شغلم رو quit کنم. مثال ها، I don't wanna quit. I'm staying. همیشه اینجا وای میستم. آینده رو که نخونیم، ولی I always stay here. Always. همیشه. Always. Okay. Always, usually, often, sometimes. همیشه. Always. معمولا. Usually. اغلب. Often. یا often. و گاهن. Sometimes. گاهن زنگ میزنه به هم. He sometimes call me. She sometimes call her. My mother sometimes call him. میبینی؟ نمیتونم میگم she. دیدی؟ هی داره دوره میشه. درس همین دو دقیقه پیشمون بود. حله؟ و مرحله بعدی که داره تموم میشه مراحلمون، hardly ever هستش. یعنی به ندرت، کم. همیشه معمولا، اغلب، بعضی موقع، به ندرت دیگه. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. به ندرت. به ندرت نما زنگ میزنی یا you hardly ever call me. یا he hardly ever texts me. به مثلا 100 سال یه بار یا همچین چیزایی. 100 سال یه بار شاید بشه hardly ever. به ندرت. He hardly ever checks on me. بچه چک میکنی یه کسی، یا این خودش انگلیسیه. غیر اون ورقه چکی که میکشی، این شاید چکم تو انگلیسی جا افتاده. به ندرت چکم میکنه. He check on someone، یعنی روی کسی چک کردن، کسی رو چک کردن. مثلا he hardly ever checks on me، یه همچین چیزایی. اوکی؟ مثلا چکم نکنه انقدر. Don't check on me too much. و اینکه هیچ وقت، never بعد از always تا never. اوکی؟ یه تکست میخوندم توی این اما کوتیشن هایی که دفترچه آبیمون بهتون جلسه پیش نشون دادم، همین تو اینستا بود. خیلی بانمک بود. مثل اینکه دو نفر با هم بریک اپ کرده بودن ریلیشنشیپشون ها، بعد نوشته بود ما از always رفتیم به never، از always زنگ زدن رفتیم به never زنگ زدن، از always تکست دادن رفتیم به... That was touching. تاثیرگذار بود. So we went from always texting to never texting. That was touching, right? That hurts, but it's touching, though. So never همیشه هیچ وقت. مثلا she never calls me. هیچ موقع به هم زنگ نمیزنه. هیچ موقع چکم نمی کنه. She never checks on me. Never. مثل آهنگ we're never getting back together از تیلر سویفت میگه هیچ وقت ما دیگه مال هم نمیشه. هیچ وقت به هم بر نمیگردیم دوباره. We never get back together. یا we're never getting back together. آخرش هم میگه هیچ موقع ها. ببین. Look. Never. Like ever. حتی نه آهنگش گوش کنید. خیلی خنده داره. Never ever. هیچ وقت میشه never ever. مثلا میگه تا حالا چه میدونم هشت با خوردی؟ God. Never. اوکی، هیچ وقت، never. خیلی never خیلی کاربردیه. من جاتون بودم یه دونه always رو یاد میگرفتم، یه دونه never رو یاد میگرفتم، یه دونه sometimes. خیلی هم آسون. بقیه‌شو اصلا یاد نگرفتی؟ forget about it. اصلا مهم نیستش. فقط یه دور وسط گفتم چون تو
یکی اگه دورت یه چی گفت بفهمی. اصلا مهم نیست که همه رو بخوای تسلط 100% داشته باشی، سه تاشو یاد میگیری و سه تاشو خوب یاد میگیری که میتونی صحبت کنی بگیش. اوکی، من فارسی مثال میزنم، لطفا انگلیسیشو توی ذهنتون بگید که بریم سری درس بعد. چقدر وقت دارم؟ و چقدر زود میگذره، هیچی نگفتم، شده 22 دقیقه. time is flying، یعنی چقدر انگار تایم، اونا میگن مثلا چقدر تایم زود میگذره، میگن انگار تایم داره پرواز میکنه. نمیدونم چرا اینجوریه، فکر کنم خوش میگذره. این از این. خب به هم بگید که به ندرت یا کم پیش بیاد. من فارسی عادی میگم، اوکی، فارسی ادبیاتی نمیگم که کمکتون کنم تقلب برسونم. به ندرت میبینمش اون خانومه رو. الان اون خانومه رو یاد گرفتم. یه شی که نمیتونم به آخر جمله بعد هر باشه. چی میگی؟ به ندرت، من به ندرت میبینم اون خانومه رو. آفرین. I hardly ever see her. یعنی نمیبینمش که بابا. I hardly ever see her. اوکی؟ اون آقای به ندرت میاد سر میزنه بهمون. سه تا نکته سمی و جدید بهتون گفتم تو این بگینم. He hardly ever comes over and checks on us. He hardly ever. سه تا نکته جدید داشت. پس به ما، میبینی؟ گفتم به ما سر میزنه. us. حالا به اونا them. حله؟ و اینکه اغلب میشه گفتش که خیلی دختر شیطونیه. یا نه، شیطون رو نخوندیم با هم، نمیخواد. ولی شیطون میشه ناتی، ناری میخونش، با جی ای چن نوشته میشه. خیلی شیطونه. She's really naughty. ناری به بچه ها هم میگیم. ناری. She's really naughty. به هم بگید که اغلب صبحا صبحونه نمیخورم. I often avoid eating breakfast. یا مثلا خودداری میکنم از خوردن صبحانه. باشه تو که تلفظی هم میگم، خیلی ها صبحانه رو اشتباه تلفظ میکنم، میگم breakfast، در صورتی که اصلا غلطه، همچین چیزی نداریم. breakfast، breakfast، ای کوتاه انگار، breakfast، 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 صبحانه breakfast. اوکی؟ و بعدیش هیچ موقع به من پول نمیده. He never gives me money. He never gives me money. و بعضی اوقات عصبانی میشم. آمپرم میچسبه بالا. I sometimes get angry. دو تا نکته پی‌نوشتی پاورقی جداگونه از این قیود بهتون میگم که بریم مبحث بعدی سریع. مبحث های ریز و من گفتم توی یه لایف بیام بگم که مبحث های دروشتر رو یه لایف کامل راجع به صحبت کنیم دیگه، از این کوچولو کوچولو کوچولوها خیالم راحت بشه. بچه ها من میخوام با یه آهنگ بهتون بگم. چی بگم فارسیشو؟ اگه اشتباه نکنم فارسیش میشه تقریبا. به اینگی تقریبا به انگلیسی میشه almost. Almost. تقریبا دوستم داره. He almost. مثلا نه، البته اون که به اون آهنگ ربطی نداره. آهنگ almost is not enough از آرینا گرانده رو گوش کنید میفهمید. این میگه تقریبا تا یه حدی هیچ وقت کافی نیست. Almost is never enough. Almost. میگه تا یه حد یا صرف یا صد دیگه. Almost. مثلا تقریبا یا مثلا تقریبا تصادف کردم. I almost had an accident. یه همچین چیزایی. یا تقریبا almost. و این از این. گفتم دو تا نکته. اینم بگم بهتون. به صورت نرمال همین رو استفاده میکنن. نرمالی. مثلا به طور خودکار دوبار روزی بهم زنگ میزنه. He normally calls me twice a day. دوبار تو روز. این نرمالی و almost هم حالا زیاد واجب نیست یادش بگیریم، ولی خب خیلی استفاده میشه. واسه من واجب نیست شما یادش بگیرید 100%، ولی گفتم یکی گفت شما بفهمید چیه. همین. اوکی، بریم درس بعدی. خب
چند جلسه پیش بهتون گفتم که دو جلسه پیش گفتم باید توی انگلیسی میشه need to، درسته؟ ولی خب صد تا باید دیگه به منظور باید دیگه هم داریم توی انگلیسی. امروز یه دونه دیگرشو میخوایم یاد بگیریم که خیلی مهمه، خیلی مهمه. یادتونه من دو جلسه همه چی رو جلسه اول برمیگرده بچه ها، فاعل براتون جدا کردم، گفتم I, you, we, they, she, you, درسته؟ گفتم اینه یه ذره قروفرشون یه ذره زیاده. اوکی مثلا من دارم I have، you have، we have، they have، ولی she و he میشن has، درسته؟ اون داره she has. خب اینو یاد گرفتیم. حالا میخوام مجبورم رو بهتون یاد بدم. من مجبورم یه کاری انجام بدم. I have to، تو مجبوری، you have to. بعدش نکات مهم میخوام بگم، این اون داستان اصلی نیست، قشنگ گوش کن. I have to، خب ما مجبوریم، ببین باید نیست، مجبوری. میخوای بگی من مجبورم برم، مجبورم ازش پول قرض بگیرم، مجبورم زبان انگلیسی، مجبوری قشنگ خیلی بدتر از باید، مجبوری یه کاری انجام بدی. ما باید، we have to، مگه اونا has نمیشد؟ باید واسه اون ستا میشه she has to، تمام. He has to، مجبوره، it has to. مثلا این مهمونی مجبوره خیلی خوب باشه، همه چیش لاکچری باشه، همه چیش پرفکت باشه، یعنی باید این شکلی پیش بره، خیلی استفاده میشه. اما نکته داره، نکته تلفظی هم داره. have to خونده نمیشه، هفت فیلت خونده میشه، هفت. I have to go، you have to go، we have to go. انگار هفته میگیم، هفته او بهش بین او او. ما باید بهش بگیم، خب ما میشه we، مجبوریم باید، we need to، مجبوریم we have to. بهش بگیم، بهش رو امشب یاد گرفتیم. میتونم بگم he، we have to tell he، خدایی نمیتونم بگم دیگه، قاطی نکنید مطالبو. okay. I یا we have to tell him، اگه خانوم باشه tell her، we have to tell her. انقدرم سریع میگنش بگه آدم میتونه بفهمه. we have to tell her، we have to tell her، we have to tell him. به خدا اینجوری میگه have to، یعنی I have to tell him، همین جوری میگه. خودتون فیلم دیگه تا الان مطمئنن سریال مورد علاقتون رو پیدا کردین، دارید درس رو میخونید، باهاش پیش میرید، سریال میبینید دیگه. خب این خیلی مهمه دیگه، خیلی میشه گفت مهمه. تو سریال دیدین که چقدر سریع صحبت میکنه. حالا اون خانومه she has to، این has to دیگه خودش خونده میشه she has to. خیلی اون خانومه مجبور مؤدب باشه، she has to be، she has to. is نداریم و بعد تو فعل ساده میاد، ساده اما ایزارم بی هستش. She has to be polite، یعنی مؤدب باید باشه. She has to be a polite girl، باید یک دختر مؤدب باشه. She has to be a polite girl، اگه girl رو نگیرم ای نمیتونم بیارم، چون که میگم she has to be a polite، نمیگم که a polite girl. اون آقای مجبور هر روز صبح on time بیاد، اوکی؟ He has to be on time، مجبور on time باشه مثلا، وگرنه otherwise میشه، وگرنه otherwise شغلشو از دست میده و مجبوره quit کنه. quit چی بود؟ الان گفتم، یعنی انجام کاری رو متوقف کردن. or مثلا باید quit کنه. It has to be هم گفتم، مثلا the party has to be fun، این پارتی باید خوش بگذره، باید fun باشه. The party، it، همون it مثال میزنم، it has to be perfect، مجبور عالی باشه، باید عالی باشه و perfect و بی نقص باشه. بسیار نکته آخر، مهمترین نکته گفتم میشه گفت نکته آخر بود، بسیار مهمه، چون من علیمت خیلی استفاده میکنم، ورد لبامون قراره باشه. اوکی میخوام بیشتر انگلیسی صحبت کنم با توجه به چیزایی که تا الان یاد گرفتیم فقط. اوکی قشنگ به هم گوش کنید بچه. So I want، آرومم حرف میزنم، کلمه جدیدی امکان نداره که من استفاده کنم، فقط میخوام یه ذره از خودم بگم و چیزهایی که گفتیم و یه دور بزنم.
حالا یه لایو حالا نگم سورپرایز میخوام دارم واسهتون میخوام درس ها رو بخونید ایشالله هر 10 الی 12 تا لایو میخوام یه لایو بذارم یه استوری بذارم به احتمال زیاد لایو باشه دوره کنم بعد آخرش سوال بپرسم خب هر کی که بتونه مثلا جواب بده قشنگ سوالای درست حسابی ها جایزه بدیم اگه مثلا 10 تا لایو خونده باشه معلوم میشه قشنگ اوکی میخوام انگلیسی صحبت کنم فقط یعنی اگر این قسمت رو بفهمید 10 جلسه رو فولی و بریم واسه مثلا چهارشنبه جلسه 11 رو پر قدرت شروع کنیم کلا من هر چی کاری که میخوام بکنم 10 جلسه است اون نقطه عطفش مثلا جلسه بعد یه پله میریم بالا از نظر شعور زبان انگلیسی چون واقعا بچه‌ها مثلا میگن موسیقی شعور خاصی میخواد نه که منظور بد نیست واقعا میگن زبان انگلیسی هم واقعا همینه انقدر باید مثلا شعورمون یه پله میره بالاتر از نظر زبان انگلیسی جلسه 11 مثلا جلسه 21 همین منوال جلسه 31 همین جور 32 دیگه انگار یه لول میریم بالا چیزای بیس رو یاد میگیریم 11 تا مثلا 20 چیزای بیس تر بعد دیگه رو قل تک میافتیم این خیلی مهمه خب Let's start, shall we? Okay, tonight I'm here. I have a live video on my Instagram account. I have an Instagram account and I love Instagram. I enjoy posting things and putting stories. I love my job. I am a teacher. I work in English Street. And English Street is a place where we go to study English. It's a lovely place. People come to study. People go to the English Cafe or English Street to learn how to speak better. Good. I think everyone needs to speak English. Everyone has to speak English. I have to speak English. She has to speak English. You have to speak English. In early summer or in late summer, people go to English Cafe a lot. Why? Because schools are off. Yes, English Cafe is located in Tehran. Tehran is the capital city of Iran. And there's a grocery store in front of the cafe. There's a church. There's a mosque next to the cafe. There's a amusement park behind the cafe. There are 2 hospitals across from the street next to the cafe or in front of the cafe, behind the cafe. And every day I go to the English Cafe. English Cafe and English Street are my workplaces. I work there, okay? I am a teacher. I teach. I love my job. And my job excites me. بهتون گفته بودم یعنی منو به وجد میاره. I always teach. And I always learn. I never quit. هیچ موقع ترک نمی کنم. شغلم. I never quit. به ندرت میشوند خستشم. I hardly ever get tired. Why? Because I love my job. And it's really interesting for me. And I have a lot of students. There are a lot of students in the English Street. They come, they go. And I go to the English Street. And I have to go straight ahead. Turn left, turn right. Yes. And English Cafe is on the right. داریم دوره میکنیم دیگه. And I want to talk about my daily activities. به عنوان معلم, as a teacher, I'm crazy busy. یعنی به طور وحشتناک و دیوانواری سرم شلوغ. I'm crazy busy. She is crazy busy.
I always به مامانم میگم I always tell her you tell my mom her I always tell my mom mom I want to wake up early in the morning please بیدارم کن wake me up okay she says okay and she never does that never she says بخواب بچه قشنگ جوری شده که دورو بریام میگن تو رو خدا میشه امروز خونه بمونی همه سر کارم از خونه داستانمون نمیدونستی توی حرفام گنجوندم and my mom says to me that Faize please rest and sleep okay نباید بری مجبور نیستی you don't have to go to the English street every day work from home okay and there are a lot of schools and English classes around my apartment and they know me okay anyways I want to talk about my daily routine I love working out I open my eyes I wake up and then I get up and I go to the gym yes I go to the gym 3 days a week on Saturdays Mondays and Wednesdays it's fall okay in the fall it's hard to go to the gym because it's cold and you don't want to wake up you want to sleep But I wake up, I work out, I love my gym. There are a lot of good gyms around my apartment. I go to the gym, I love my coach. Working out is enjoyable, is really great. It's good for your body and for your future. You have a healthy body. بدن سالمی داری. After that, I take a shower. It's my tissue. Did it? It's relaxing, and I eat breakfast. I care about breakfast. اهمیت میدم. بچه کسی که کروات میزنه اهمیت بده به تیپش دیگه. کروات care about. رمز. اهمیت میدم. I care about صبحونه breakfast a lot. I need energy. I eat butter. کره. And milk and cheese, paneer for breakfast with a cup of tea. And I always add sugar because I like my tea to be really shirin, sweet. Okay. After that, I drive. I drive to work. Okay. I study on my way to work. And back home, I study, I listen to podcasts, I watch movies, I watch documentaries. بچه اینو نگفتم documentary یعنی مستند. Documentary, documentaries. سری میگنش میگن مستند. Documentaries. هم document توی گوشیتون هست. مدارک مثلا. Documentaries. I watch documentaries توی راه. And I study. And after that, I get to work at 11. I start to work, I work till 7 p.m. I finish my work. Past I start to work at 11 and I work till 7 p.m. I love my co-workers. There are a lot of co-workers. I have a lot of co-workers and it's really good. My co-workers are lovely. They are great. They are good at studying. They are good at English. They love me. I love them mm-hmm. you love us and we have a lot of pages on Instagram Instagram is our job blah 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 and I check my emails I text I call I have meetings and then I come back I feed my cat I play with my cat I eat dinner and I watch movies and I read books where is my book Yeah, I'm reading two books. Number one, this is Alchemist. The Alchemist, it's a very great book. It's an absolutely great book. It's really, really great. And yeah, I love it and I learn. And after that, I post a lot of things on Instagram and then I sleep.
That's my plan. These are the things I do every day. حال کردین؟ من از اینکه 7-8 دقیقه فقط انگلیسی صحبت کردم و همه رو فهمیدین. چیزایی بود که تا الان با هم یاد گرفتیم. چیز جدید گفتم. Did you love it? دوست داشتین؟ زخ کردم این همه فقط انگلیسی صحبت کردم ولی شما همه رو میفهمید. خب یه دقیقه باید بایستیم کامنتاتون بیاد بالا. یه سر امشب بمونم با هم صحبت کنیم. نظرتون چیه؟ اگه خدا بخواد کامنتاتون بیاد بالا ها اون موقع. بس بچه ها غیر این که حالا انگلیسی زرش سخته واسه شما ولی یه کتاب میخونم اسمش اینه The 5 AM Club. تا کامنتاتون بیاد بالا من اینو بهتون بگم. یعنی کلوپ 5 صبحی ها. It's a very very it's a very good book. خیلی خوبه. بعد گیر دادم بهش. تو آسانسورم با خودم برده بودم. بعد نگاه میکرد یکی به هم. یعنی قشنگ دنیا سیر شده بود. نگاه میکرد. آسانسور انگلیش استریتی هم اینجوری هر طبقه وای میسته. من غرق این بودم. نگاه میکرد. به قشنگ میگفت چی کار میکنی؟ تو آسانسورم با خودم بوده. خیلی کتاب خوبیه. کامنتاتون اومد. اینو اول به هم بگین. حال کردین هر چی گفتم و فهمیدین؟ حال کردین؟ نه اینو به هم بگی. اول اینو مشخص کنیم. بچه هایی که از صفرم با ما بودن کاملا یاد گرفتن و من فقط انگلیسی صحبت کردم. یک کوچولو سرعتم رو کم کردم ولی کامل انگلیسی بود. دیدین؟ That's nice. خدا رو شکر. Thank God. خدا رو شکر. منم حال کردم. Honestly. به قسمت‌های سختش هم میرسیم. بایستید. بعد اون موقع میگید میشه هفته یه بار لایو بذارین. من 2-3 سال پشت سر هم سالی یکی دو بار این لایو رو میذاریم اگه اشتباه نکنم. میدونم دیگه. سری اول 60 شب لایف رفتم. الان شب 10 60 شب. قشنگ تا متوسط رو به بالا رفته بودیم. بعد دیگه چی شد؟ آها کرونا کم شد. رفتیم سر کار. اون چیزا بود. نخواهش میکنم تاج سری چرا نباید ببینم؟ مرسی که هستید. شما تو لایف هستید به من انرژی میدید که من میام براتون شیر میکنم اطلاعاتو. مرسی از شما که پیش ما هستید. من که کاری نمی کنم. Natural sciences رشته تجربی. نه همین لایف ها کافیه. خودتون بی نظیرید. لایف ها روزهای زوج 9 شبه. مطالبش رو توی هایلایت های لایومون هم پیج فائز خداوندلو پیج شخصیم هم پیج کاریم انگلیش توربو میتونید ببینید. و توی یوتیوب هم کانال یوتیوب هم ذخیره میشه که لینکش بازم توی لایف ها هستش. توی ماشین درس میخونید بچه ها. عالیه. باورتون نمیشه. تو ماشین درس خوندن بهترینه. یعنی مثلا اتایم مردت استفاده میکنی. میدونی؟ اینکه بشینی درس بخونی خب خیلی عالیه. ولی اینکه 2-3 کار با هم انجام بدی عالیه. واقعا خیلی خوبه. حتما تو ماشین درس بخون. هر کاری هم میکنی تو ماشین هم یه دور بخونید. 10 دقیقه. تا پیشرفته که خیلی مونده. خیلی مونده. ولی من تا جایی که میتونم بهتون میگم بچه همه نیاز ندارن پیشرفته باشن. متوسط مثلا انگلیسی متوسط هم خودش خیلی سخته به دست آوردنش ولی خیلی لذت بخشه. همون حد کافیه واسه اینکه کاملا نیازهاتون رو برطرف کنید. شما که نمیخواید تدریس زبان انگلیسی داشته باشی یا حرفتون نیست که اصلا نیاز نیست به پیشرفتش فکر کنید. خودتون رو عذاب بدین. ممنونم.
تسلط به نظرم 6 ماه هست. 6 ماه عالیه. 6 ماه زمان فوق العاده. بخاطر همین اکسپرس 6 ماه گذاشتم. هم اکسپرس یکم دو 6 ماه گذاشتم. از بچه ها اشتباه نکنید. گرامر رو قاطی نکنید. شما فکر میکنید دو تا چیز متفاوتن. من توی الان امشب دو تا گرامر گفتم فهمیدین؟ من سری پیش 3 تا گرامر گفتم فهمیدین؟ انگلیسی اونجوری خوبه تدریس بشه که جدا نشه. واسه کی خوبه گرامر رو مستقیم بره بخونه؟ کسی که زندگی کلا شده زبان انگلیسی، همه رو میخواد جزئیات بگیره. اگه میخواد جزئیات بگیرید، ما دوره توربو تاک داریم، میتونید برید تدریسش با بنده و آسو قلی‌زاده 0 تا 100ش. دوره گرامر داریم، پشتیبان میتونید کلاس خیلی. ولی واسه کسی که واقعا جزئیاتی خیلی بیشتر میخواد یاد بگیره، همین کافیه. روزانه چقدر وقت بذارید؟ ببین هرچی بیشتر بهتر. خب من حداقلش میگم حداقل نیم ساعت، حداقل 40 دقیقه. و نه که بشینی کتاب باز کنی. یا من دیدین که من استوریایی که میذارم، مثلا طرز فکرم، خط فکرم، اون شالوده اصلی کاری ما همینه. فان، تفریح، قشنگ باشه، میدونی؟ دست تو گوشیت باشه، نوت باشه. اصلا دفتر، من دفتر واسه معنی نداره، شما هم نداشته باشه، چون جزوه بنویسی خیالت راحته که داری، هیچ وقت برش نمیذاری بخونی. ولی اگه تو ماشین بخونی، تو گوشی نوت گوشیت ذخیره کنی، هیچ وقت چیزی نمیگه. من اصلا دفتر ندارم، هرچی دفترم دارم تو دو لیسته، من کارامو مینویسم، دفتر نمیخوام. دیکشنری تحلیلگران خیلی خوبه بچه‌ها. بله، توی کافه و انگلیش استریت جفتش تدریس حضوری و آنلاین هم داری. برای تلفظ فقط آهنگ، قدم بعدی فقط سریال. فقط من 22 سالم تازه تموم شده بچه ها. 23 سالم شده. 23 سالم. نه ترم دو آهنگ نمیدم. چرا؟ چون تو ترم یک بهتون خط فکری رو دادم، میگفتم چطور برید بخونید دیگه. خدا قوت. نمیدونم، من تحلیلگران استفاده میکنم honestly. بله، جلسه ای که بیکس بی و سیری رو بخوام یاد بدم، جلسه ای خواهد بود طولانی. بعد یه IGTV طولانی بذارم براتون. سریال چطور با مادرت ملاقات کردم، How I Met Your Mother. تیسی هم خوبه، سلام داره. وقت آرایشگاه گرفتم برم موهاشو کوتاه کنم بچه ها. موهاش اذیت هم میکنه، دلیل سرف، دلیل عطسه هایی که میکنم موهای تیسیه. یه شامپو مخصوص هم دکتر دوباره واسش نوشتن و اینکه باید کوتاه کنیم موهاشو، با اون بشوریم سرف های عطسه های من قد شه. تیسی هم خوبه، وقت واکسنش اتفاق هفته بعد. کنکور تخصصی دکترا آموزش داریم ولی آموزش عمومی نداریم، خصوصی میتونیم با بچه ها برد. زیرنویس فارسی حتما فیلم ها رو با زیرنویس فارسی ببینید. 3 ساعته میگم فارسی فکر کنیم. من درس دارم میخونم، نخوندم. درس دانشگاه ترم 5م مترجمی زبان انگلیسی لیسانس میخونم. ولی خب میشه گفتش که من انگلیسی رو با آهنگ و فیلم یاد گرفتم. بچه شما مثلا دانشگاه رو میشه حساب نکن. تازه اومدید از لایو، توی هایلایت های لایو هم نگاه کنید. از جلسه 1 لینک رو بزنید روش یا بکشید بالا، نمیدونم چه شکلیه، و از 1 نگاه کنید، چون که چهارشنبه بهتون گفتم یه پله میریم بالا. کسی که رو مخه میگیم she is on my nerve یا she drives me crazy، یعنی تو مخمه. یا میگن she is annoying، یعنی من مته تو مخمه. she is annoying. 3 جلسه تو هفته. تیسی هم سلام میرسونه بچه ها. محمد رضا داداشی پایینن بچه ها، نمیشنوم صدامون. مامان تیسی رو میاری؟ 5 ماهشه این بچه که ببین اندازه ببر شده. دیر اومدین واقعا. که توی هایلایت ها، هایلایت لایو یونیورسیتی ا میاد، ان نمیاد. بهتون یاد دادم که چرا ان نمیاد. ببین ا یونیورسیتی
دوتا اکه پشت سر هم نمیاد. اگر که با من دوره میخواید فقط اکسپرسو داریم. سلام 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 بیوی چشش هم تمیز نکردم امروز. سلام 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 سلام. بگو میخوام موهامو عطر بزنم. بگو میخوام موهامو عطر بزنم. میارمش خودم. بزن یه ذره پیشم ببینم. بگو میخوام موهامو عطر بزنم. کلن کار تیسی تو زندگیش اینه که بخوره بخوابه و ما نازش کنیم. وظیفش همینه. آره ماما. آره بچه ها حالتو میپرسن. خواه اصلا خوابه تو بغل منم. تخصصی بخوای یاد بگیرید اکسپرس یکی این 6 ماه، اکسپرس دو هم 6 ماه، میتونم بگم 1 ساله. نرو دیگه، نرو دیگه، نرو دیگه، نگوش کنین. نرو. آخ آخ نمیدونین چقدر وابستشم. نمیدونین چقدر دوستش دارم که. برو. انقدر انگیزه است بچه‌ها حیوان خونگی داشتن، انقدر انگیزه است تو زندگی. میری؟ سماله میده. اصلا انقدر تخصه. دوره تی تی سی من سالی یک بار برگزار میکنم و امسال برگزار نمیکنم. بچه دوره سنگینیه. خب بعد نمیکشم دیگه. احساس میکنم دیگه بچه پیر شدم دیگه. من از 14 سالگی دارم تدریس میکنم. 23 سال چند سال میشه دیگه بسته. این لایو رو میرم تا آخر دیگه تمام. مخاطب و پارتنر نداری؟ مهم نیست مگه من بچه من بدون پارتنر یاد گرفتم. اصلا خودتون رو محدود نکنید. اصلا با خودتون صحبت کنید. صدای خودتون رو ضبط کنید. فیلم ببینید. اصلا نگید. تی تی سی اگه میخواید بگذرونید باید در سطح پیشرفته باشه زبانتون. یا در متوسط رو به بالا باشید چون میخواید معلم بشید دیگه. اگر سوالی نیست من رفته زحمت کنم. خیلی خوشحال شدم شب دیدمتون. حالا هم خیلی بهتره. ممنونم که پرسیدین. من مریض نیستم و عدسه میکردم به خاطر موهای تیسیه. ثبت نام توربو اکسپرس تا امروز چنده به مامان؟ صدامو نمیشنم اگه بذارین امروز چنده من؟ امروز یکمه. اکسپرس فقط تا چهارم وقت ثبت نام داره بچه ها. توربو تاک رو هر لحظه که دلتون بخواد میتونید بخرید. توربو تاک ویدیو آموزشیه که تدریسش با استاد قلی‌زاده و بنده است. حدیث بنده هم اضافه شده بهش و اینکه میتونید بخرید. ترم اولش هم 25,000 تومنه. ما دوست داشتیم کلان دوره های ما شهریه بالایی ندارن. دوست داریم که همه بتونن یاد بگیرن و میتونید ببینید ترم یکیشو تو هایلایت توربو تاکمون هستش. دوست داشتید کل پکیج رو بخرید. اصلا فورسی نیستش. و اگه بخواید پارتنر حالت پشتیبان داشته باشی، یکی که وایس بفرستید، غلطاتونو بگیره، سوالاتونو جواب بده، لایف داشته باشید، با من وبینار داشته باشید، اکسپرس یعنی توربو تاک ویدیو آموزشیه. اگه بخواید پشتیبانم داشته باشید، لایوای منم داشته باشید، اکسپرس. حالا میتونید کلمه اکسپرس رو دایرکت کنید با مشاوره رایگانم بهتون میدیم. پیج خودم فائز خداوند لوه. پیج شخصی من. دایرکت به بچه ها کلاس های حضوری و اینا. نه ساعت 9 شب کافه نیستم بچه ها. من 9 شب میام واسه تون لایف برم. چیره 9 شب کافه باشم. I'm home. تلفظ hour. میشه دایرکتمون شلوغه جواب نمیدیم. شماره روی بایو پیج من واتساپ بدین. پیج فائز خودم، پیج خودم اگه نه. بله بچه ها با فیلم و موزیک اولا که یاد میگرفتم نوت برمیداشتم ولی بعدش هی دیدم هی فقط فیلم دیدم. بعد نوت های من قد بعد خط و اشتباه غلط بود. نه کتاب ترجمه نمی کنم. اصلا حوصله ترجمه ندارم من. یادگیری با یوتیوب رو یاد بدم بهتون. کلن بهتون گفتم یوتیوب
پلتفرمیه که میتونه تو هر زمینه‌ای خیلی بهتون کمک کنه. بیا تیسی، بیا بیا عزیزم، بیا خود. تو هر پلتفرمی میتونه کمکتون کنه. بچه ها میخوای آشپزی یاد بگیری، تو یوتیوب بزن how to cook، how to هم که بهتون یاد دادم. میخوای انگلیسی یاد بگیری، how to learn English. میخوای گربه بخری، میخوای به گربه غذا بدی، نمیدونی how to feed your cat، میزنی ویدیو میاره با زیر نویس، بعد هر ویدیو انتخاب، بعد مثلا ویواش بالا بود اونو نکن، با ویدیو من با یوتیوب زندگی میکنم. دیگه فکر میکنم سوالهای انگلیسیتون تمام شده. مراقب خودتون خیلی باشید. خیلی خوشحال شدم دیدمتون و اینکه انگلیسی حرف زدن و شما تمشو فهمیدین واسه هم خیلی ارزشمند بود. بچه ها برای چهارشنبه لطفاً یه دور به 10 تا لایو اول بزنید و بعد چهارشنبه ساعت 9 شب اینجا حضور داشته باشید. حله. Take care. I love you guys so much. See you on Wednesday. Take care. Bye bye.